بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مرگ به عنوان تشریفات ورود به سومین دوران وجودی انسان یعنی دوران برزخ رو عرض می‌کنیم. چند مسئله در مورد مرگ و بعد از مرگ قابل توجه هست. اولین مسئله، مسئله توفی است که کلیت مسئله مطرح شد. یک آیه رو هم به تفصیل عرض کردیم. در هنگام مرگ افراد بشر دریافت می شوند، همچنانی که در هنگام خواب دریافت می شوند و قبض روح می شوند. آیه مورد بحث آیه 42 سوره زمر عرض شد. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفوس انسانها را در هنگام موت آنها دریافت میکند. که عرض کردیم دقیقا اصطلاح توفی نفس که در قرآن به کار رفته معادل با قبض روحی است که ما به کار میبریم در اصطلاح متعارف. قبض به معنای گرفتن، توفی هم به معنای دریافت. نفس هم در اصطلاح قرآن معادل، یعنی هم به همون حقیقت انسانی اطلاق میشه، درست همون چیزی که ما میگیم روح. مثلا قرآن اصطلاح روح رو در مورد انسان به کار نبرده جز یک آیه که او هم مورد شبهه است و بر حسب ظاهر او آیه هم برای روح انسانی نیست. اون آیه قل روح من امر ربی، اونم با قرائن نشون داده میشه مربوط به روح القدس نه روح انسان. مسئله از حقیقت وجودی انسان قرآن همواره به عنوان نفس یاد کرده. از توفی نفس همون چیزیست که ما اصطلاحا میگیم قبض روح. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند قبض می کند ارواح رو، حالا برگردونیم به اصطلاح متعارف، در هنگام موت آنها، یعنی در هنگام موت روح و موت جان یا موت نفس که او دفعه توضیح دادیم. نفس انسان وقتی که از این عالم بیرون میره این مملکت بدن رو رها می کنه، مثل سلطانی که مملکتش نابود بشه ولی خودش وجود داره، میشه سلطان معزول. سلطان معزول اگر موقتی باشه میشه خواب، اگر عزل دائمی باشه یا لااقل برای یک برهه طولانی دوران برزخ میشه حالت موت. پس موت به معنای او حالتی که انسان این به اصطلاح وسیله حیاتی، وسیله جنبش، ابزار کار رو از دست داده، مثل خلبان بدون هواپیما. ادراک داره، احساس هم داره، اما قدرت پرواز و مانور نداره. پس موت مربوط به روحه، بدن مورد بحث نیست اصلا. روح انسان که میخواد بره به عالم موت خدا او رو دریافت میکنه. الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی حین موت الانفس. والتی لم تمت فی منامها، کسی که نمرده است در هنگام خواب خدا او را قبض روح میکنه. فیمسک التی قضا علیها الموت، کسی رو که در برهه زمانی خواب مرگش فرا برسد یا فرمان مرگ در مورد او صادر شود، قضا علیها الموت، او رو دیگه نگهش میداره خدا، چون قبض روح شده قبض روح مجدد نمیشه، چون موقعی که به خواب رفت قبض روح شد نگهش میداره. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، دیگران رو یا دیگری رو که هنوز مرگش فرا نرسیده دو مرتبه خداوند او رو ارسال میکند، رسالتی بهش میده، مجددن او رو بر مقر فرماندهی و فرمان رواهی خودش گسیل میکنه که بیاد
مجدداً در این کلاس و درس و آزمون و مبارزه با نفس و کف نفس به خاطر خدا شرکت بکنه، تا باز قبض روح بعدی یعنی خواب بعدی، باز در خواب بعدی اگر مرگش رسید دیگر نگهش میدارن، نرسید باز یرسل و مجدداً میفرستنش تا آخرین خواب، اگر آخرین خواب خواب مرگ باشه نگهش میدارن، چون قبض روح میشه موقع خواب. اگر خواب مرگ نبود برش میگردونن تا چند ساعت دیگهش به یه جریانی در عالم بیداری قبض روح بشه. شاید بیهوشی هم همین مشمول مسئله نوم بشه. یه کسی هم که بیهوش میشه در یه جریان مرگ، در موقع بیهوشی قبض روح میشه، بعد اگر فرمان مرگ در همون موقع رسیده بود دیگه نگهش میدارن. این که خواب و مرگ رو اینطور کنار هم قرار دادن شاید به این مناسبت باشه که بسیاری از افراد قبل از مرگ ساعتهای رو بیهوش میشن. خیلی ها، حالا اگه در تصادف باشه به همین شکله، بیماری های سنگین اینطوریه که آخرش به حال کما میرن. شاید او هم همین مسئله خواب باشه که قبض روح میشه، وقتی فرمان مرگ میاد دیگه نگهش میدارن و کلی ارتباطش رو با بدن قطع میکنن. چند تا آیه در باب توفی است که عرض کردیم بعد از فرارسیدن مرگ، لحظات اولیه‌ای که ما مواجه میشیم، که البته این دیگه بیشتر بحث قرآنی روایاته، مسئله سوال و جواب فرشتگان، مسئله شب اول قبر یا فشار قبر مثلا، یا به طور کلی مسائل قبر، مسئله دیگری که باز برای بعد از مرگ مطرحه، این که دوران برزخ و علت این نامگذاری، چرا این رو اصلا به عنوان دوران برزخ نام نهادن، که این البته این رو دیگه اشارتاً رد میشیم. مسئله بعدی اینه که عده‌ای بعد از مواجه شدن با مرگ درخواست تأخیر موت میکنن و عده‌ای درخواست رجعت میکنن. خب اینجا این مسئله مطرحه که آیا رجعتی در کار هست یا نیست. مسئله دیگری که در این رابطه مطرحه، مسئله اشتیاق اولیاء خدا به مرگ، یا تعبیری که قرآن از مرگ میکنه، مرگ لحظه یقین، یا اصلا از مرگ تعبیر به یقین میشه در قرآن در دعایه، و حیات مقتولین فی سبیل الله. حالا اینا ترتبش رو یه مقداری بعدم روش کرد. از کردیم همه در عالم برزخ در حال موت هستند، اما مقتولین فی سبیل الله در حال حیات هستند. اینا رو بعضیش یه مقداری تفصیل لازم داره، مثل مسئله رجعت. اگر حالا دیگه ضروری باشه که وارد بحثش بشیم، بعضیا هم اشارتاً ازش رد میشیم، اما این چند تا مسئله رو مورد بحث قرار میدیم. اولین مسئله، مسئله توفی است که یک آیه رو گفتیم، مروری اجمالی برش کردیم که خداوند در هنگام مرگ انسانها رو قبض روح میکنه، اونایی که نمردن در موقع خواب قبض روح میشن، اگر مرگشون برسه نگه میدارن، اگه مرگشون در خواب نرسیده باشه دو مرتبه ارسال میکنه. آیه دیگری که مطرح، آیه 11 سوره سجده است که اشکالی رو قرآن مطرح میکنه و بعد مسئله توفی رو، و قالوا اعذا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. توجه این بحث توفیه، در مورد توفیه ابتدایی کلیتش رو از آیات قرآن ببینیم، و چند آیه در مورد توفی ظالمین و طیبین هست، اونا رو بعدن عرض. و قالوا اعذا زللنا فی الارض، این آیه هم از آیه است که هم موت و حیات رو برای ما روشن میکنه، هم مسئله توفی رو خوب روشن میکنه. و قالوا اعذا زللنا فی الارض، میگویند
البته اینجا قالو هست، منتها اینا دیگه اصطلاحه. در عرب و در قرآن کریم مطالبی که اراده زمان خاصی ازش نمیشه. قبلی ها گفتن، بعدی ها هم ممکنه بگن، نمیخوام بگیم قبلا گفتن یا بعدا میگن. ما از فعل اراده زمان نمی کنیم، خیلی وقتا اینطوریست. در چنین مواردی در عرب با فعل ماضی بیان میشه، چون بالاخره توی قالبی باید بیا. در فارسی ما همیشه اینطور موارد رو به صورت مضارع به کار میبریم، میگیم میگویند. که ما ترجمه قالو رو اگه بخوایم صحیح باشه باید میگویند ترجمه کنیم، نه گفتن. چون اگه بگیم گفتن تو فارسی، یعنی قبلا این حرفا رو زدن، ربطی به آیندگان نداره. در حالی که نه، اصلا از این فعل اراده زمان نمیشه، مطلقه و ما مجبوریم به میگویند ترجمه کنیم. میگویند اگر ما در زمین گم شدیم، آیا ما در خلقتی جدید خواهیم بود؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه اینها به دیدار پروردگارشان در روز قیامت کافرند. قل، در جواب اینها بگو، یتوفاکم، شما را دریافت میکند و قبض میکند، ملک الموت الذی وکل بکم، آن فرشته مرگی که بر شما گمارده شده است. ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی پروردگارتان بازگشت داده می شوید یا بر می گردید. دو سه تا نکته در این آیه است، شاید هم بیشتر. اول اشکال رو توجه بفرمایید. و قالوا اذا ظللنا في الارض، میگن وقتی که ما در زمین گم شدیم. منظور از این گم شدن چیه؟ اگر انسان مرد، اولی که در خاک رو دفن میکنند آثارش تا مدت‌ها باقی است. اگه بعد از 10 روز 20 روز سر قبر رو باز کنین، هنوز هست توی قبر خودش. مدتی که بگذره جز استخوان و خاکی باقی نمیمونه، که این اشکال رو میگرفتن، میگفتن و قالوا اذا متنا، وقتی که ما مردیم، و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، بعد یه مدتی که گذشت ما شدیم خاک و استخوان. اگه شما قبر ما رو باز بکنید فقط خاک میبینید، یه چند تا قلم و استخوان. ما دو مرتبه میگید زنده میشیم. او آبا اون الاولون، باباهای قبلی ما که استخوناشون هم باقی نمونده، چجوری اینا زنده میشن؟ حالا در اینجا اعزا زلل نافل ارز یه تعبیر دقیق تریست از همین مسئله. اگر ما در زمین گم شدیم، این بدن ما تجزیه شد، وارد خاک شد و بعد این خاک زیر و رو شد، بعد از 100 سال 200 سال، اونایی که 200 سال پیش بودن کجا الان کجای زمینن؟ یه مقداری از عناصر بدن جذب هوا میشه، با یک باد ایور اوبر میشه، خاک زمین جابجا میشه، گیاه رویده میشه، گیاه ها رو حیوانات میخورن، میره هر ذره ایش یک طرف دنیا. مثلا شما بعد از 500 سال اگه تونستیم بگید او آدم های 500 سال پیش کجا هستن، اون مواد بدنشون. و قالوا اعذا ظللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، اگر ما گم شدیم ما آیا ما در خلقتی جدید خواهیم بود؟ این که میگن ما در خلقتی جدید خواهیم بود، چه اشکالی رو میخوان مطرح کنن؟ یعنی شدنی این کار، اولین اشکالی که به ذهن میرسه اینه که خب میگه مگه میشه شبیه اون چه که در سوره واقع و در سوره صافات هست؟ پس یک اشکال اینه که میگن اعنا لفی خلق جدید، میگن مگر شدنیست، یعنی در حقیقت استبعاد میکنه. این استبعاد رو قرآن در دو جای دیگه آورده، اما یه چنین جواب لطیفی بهشون نمیده. معلوم میشه که اشکال این نیست. حالا عرض میکنم شبیه، اگر اشکال به معنای استبعاد باشه، این رو قرآن در سوره واقع بیان فرموده. و قالوا اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، اینا میگن مگر میشه؟ دقت میفرمایید که استبعاد یک مغلطه بحثیه. استبعاد که دلیل نیست،
به همین خاطر هم قرآن در جواب اینها استدلال نمی کنه. این استبعاد مغلطه است. میگه مگر میشه؟ حالا شما بیاید دلیل بیارید. اینجا جای دلیل نیست. باید گفت چی؟ جواب استبعاد قاطعیته. بله که میشه. قرآن هم همین کارو کرده. اصلا این نکته رو من از قرآن متوجه شدم که در مقابل استبعاد آدم جا نباید بخوره. استدلال هم نباید بیاره. چون دلیل نیورده که من دلیلشو جواب بدم. میگه مگر میشه؟ میگیم چه بر چی نمیشه؟ این از مغلطه‌های بحثیه که نباید جا خورد. در منطق تو بحث صناعات و اینا 12-13 نوع مغلطه رو شمردن. یکیش استبعاده، یکیش قاطعیت. طبعی من به تو میگم، خب شما بفرمایید چه دلیلی میشه. خیلی وقتا جا میخوره طرف با همین مغلطه‌های بحثی. آدم باید مواظب باشه کلا سرش نره. حالی که شما میگید چه دلیلی میشه. استبعادم معمولا جای دلیل خودشو قالب میزنه، در حالی که دلیل نیست. میگه مگر میشه؟ خب بله که میشه. جوابش هم همینه. اگه ما وارد دلیل بشیم باختیم. و اینو من از قرآن به نظر میاد. میگم مگر میشه؟ جوابش اینه که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. در جواب اینها بگو همه گذشتگان و همه آیندگان در دیدار روزی معین گرد آورده خواهند شد. چقدر قشنگه جواب. در سوره صافات همین اشکال رو مطرح میکنه قرآن و ظریف‌تر جواب میده. و قالوا اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. اگر مردیم خاک شدیم و استخوان، شما میگید ما زنده میشیم؟ او باباهای گذشته ما زنده میشن؟ جواب چیه؟ قل نعم و انتم داخرون. بله شما هم با ذلت زنده میشین. یعنی هم جواب رو میده، هم در مقابل اون استباد یه مطلک بهشون میگه. یعنی این خیلی ظرافت بحثیه که آدم از قرآن اگر بخواد طریقه سخن رو یاد بگیره، استدلال رو یاد بگیره، ببینیم کجا قرآن چگونه استدلال میکنه. اگر اینجا هم اشکال ای بود که میگن اعنا لفی خلق جدید، مگه میشه ما زنده بشیم؟ دو مرتبه ما رو بیافرینه، باید همین جور جواب میدادن. گفتن بله که میشه، حتما این کارو میکنن. اما اینجا قرآن وارد تفصیل بحث شده، معلوم میشه که اشکال این نیست. و با سیاق بعدی آیه هم نمیخونه که اشکال استبعاد باشه، که اینا فقط بخوام بگن که مگر میشه، ما اگه گم شدیم در زمین کی میخواد بیاد کارو بکنه؟ میگن خدا قدرت داره، او ذرات بدن شما رو جمع میکنه. اشکال چیز دیگری است. اشکال پس چیه توی آیه قبل از اون؟ اون مقدمه جوابه، تمهید جواب به اصطلاح. شبهه اعاده معدوم اینجا میگن اگر ما مردیم و هر ذره بدن ما به یه طرفی رفت، فرض کنیم شما دو مرتبه اونا رو جمع کنید و ما رو بسازید، ما گم شدیم، ما به عنوان انسان گم شدیم. این کلمه ازلال رو هم به کار میبرن. اون آدم دومی که با اون ذرات میسازید ما هستیم یا یه آدمی مثل ما؟ شما این ساختمان رو بکوبید، با همین عناصر ساختمان دو مرتبه سرپا کنید، ساختمان دوم همین ساختمانه یا مثل اینه؟ قهرن مثل اینه، خود این ساختمان نیست. ببینید اشکال خیلی ظریف تر شده تا اون اشکال. اینکه قرآن هم وارد جواب تفصیلی میشه، به دقت وارد جواب میشه، جواب خیلی ظریف و زیبایی. یعنی انا لفی خلق جدید، فرض کنیم خلق جدید رو شما ایجاد کردید، در خلقت جدید ما هستیم، او که ما نیستیم، او یه آدم دیگه شما ساختی، با همون مواد دو مرتبه یه آدم دیگه ساختید. اشکال خیلی هم دقیقه، او که ما نیستیم، که بدن ما چه بسا بسیاری از عناصرش مال گذشتگان باشه، ما که اونا نیستیم که. این اشکال پس خیلی دقیق تره، فقط استبعاد نیست. و قالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. اولا قبل از جواب یک تحلیلی از این جواب داد دارن. بل هم بلقاء ربهم کافرون. بل در اضرابه. اضراب معناش اینه که دو حالت، دو ضربه، یک حالتشو میگن نه، یک حالتشو میگن آره. همیشه البته بل استدراک هم داریم، اما اینجا بل بل اضرابه. وقتی میگن بل که اینجوری، میخوام بگن اون نه این.
خب این بل او طرف مقابلش چی بوده؟ بل که اینها به دیدار پروردگارشون کافر شدن. قسمت مقابلش رو که قرآن نیاورده اینه، آیا واقعا اینا به خاطر وجود چنین اشکالی قیامت رو انکار میکنن؟ نه، اینجور نیست. اینا اول کافر شدن، حالا دنبال دلیل میگردن، مسئله از او بره. یه وقت فکر نکنید که واقعا حالا چون این اشکال ظریفیه به ذهن بعضی ها رسیده، حالا به خاطر این اشکال قیامت رو انکار میکنن. قرآن کریم خیلی جاها قبل از اینکه وارد بحث بشه اول تحلیل میکنه، ریشه یابی میکنه اشکال رو و اشکال گیرنده رو، مثل سوره قیامت: بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه من لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. ای خیال میکنه که ما استخوناشو جمع نمی کنیم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، ما سرانگشتاش هم میتونیم دو مرتبه بازسازی کنیم. پس چرا انکار میکنه؟ حالا ریشه این انکار میدونید چیه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. واقعیت قضیه اینه که آدمیزاد میخواد جلوش باز باشه، فجر به معنای باز بودن و شکافتن، میخواد راه خودکامگی رو در پیش بگیره. اعتقاد به قیامت وجدانی ناراحت در او ایجاد میکنه، دستش به هر کاری میخواد بره که دنبال لذایز نفسانی میلرزه که خب من باید جواب پس بدم. میخواد خودش رو رها بکنه از این اعتقاد و از این فشار وجدان. یسأل ایان یوم القیامه، میاد از سر انکار میپرسه که پس کو قیامت؟ اینجا هم همین جوره، قبل از این که وارد جواب بشن میگن یه وقت حالا باورتون نشه که اینها واقعا به خاطر وجود این اشکال دست از اعتقاد به معاد برداشتن. بس از او طرفی است، دنبال اول کافر شده، اول خوشش نمیاد که معتقد به قیامت باشه به هر دلیلی، به دلیل خودکامگی، بعد میاد سراغ اشکال. بل هم بلقاء ربهم کافرون. بعد حالا جواب میدن. قل، قل همیشه یا در نوع موارد در قرآن در مقابل یک سواله. قل هو الله احد قبلا سوالی مطرح بوده، کافرون مسئله مطرح کردن، قل یا ایها الکافرون. قل در مقابل همینش، قالو قل، اونایی حرفو زدن، تو در مقابلشون بگو. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، دریافت میکند شما رو فرشته مرگی که مراقب شماست، بر شما گمارده شده. ای در مقابل کدوم اشکاله؟ قالو اعزا زلل ناطل ارز، قل یتوفاکم، شما گم نمیشین، شما رو میگیرم قبض میکنم. کجا گم میشین؟ اونی که گم میشه شما نیستین، اون یه ابزار شماست. خب در روز قیامت یک ابزار مجددا براتون میسازن، پس شما گم نمیشید. یعنی داره ریشه اشکال رو میزنه. او تصور میکنه که همین پیکر است، هر چی هست. قرآن هم نمیگه گم شدنی در کار نیست، اما میگه او که شما هستید او گم نمیشه. قل یتوفاکم، شما رو دریافت میکنن، مأمور بالا سرتونه، نمیذارن گم بشین، در اختیار مأمورین خدا خواهید بود. وقتی که همین که مردید شما تحویل گرفته میشین، کجا گم میشین؟ اونی که گم میشه که شما نیستین. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آن فرشته مرگی که بر شما گمارده شده است شما رو دریافت میکنه. ثم الی ربکم ترجعون، بعد شما رو به سوی پروردگارتان برمیگردونه. یعنی شما از پیشگاه خدا اومدید. کلمه ارجاع رو که میارن، ارجاع باید یک آمدنی باشه که یک بازگشتی داشته باشه. شما از یک عالم دیگری اومدید اینجا، دوره ای میگذرونید، ابزاری در اختیار شماست، ابزار شما به این میره، خب بره، شما رو دریافت میکنن، بعد این ابزار رو مجدداً براتون بازسازی میکنن، برای همین پیکره شما رو سوار میکنن، به حضور خدا حاضرتون میکنن. این جواب و این اشکال بسیار جالبه.
منطقه برای ما نکاتی رو روشن میکنه که قرآن با چی کار داره؟ با این بدن. اگه با بدن کار داشته باشه حرف این مشرکین درست، حرف منکرین معاد در مقابل اینا میگه شما دریافت میشی. چی دریافت میشه؟ بدن ما. بدن که دریافت، بدن ملائکه با کاری با این بدن ندارن. بدن رو اطرافیان میرن در خاک دفن میکنن، تموم میشه میره. اون چه که دریافت میشه او حقیقت انسانی است، او ذره وجودی، اونو فرشتگان الهی دریافت میکنن. در سوره زمر فرمودن که الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا دریافت میکنه. نکته روشن شد. یعنی اون چه که از این آیه میخواستیم عرض بکنیم اینه که مسئله توفی به روح برمیگرده، موت هم به او برمیگرده، منتها دو مرتبه انسان برمیگرده در قیامت به پیکره جسمانی و حیات مجدد. خب ملک الموت رو عرض میکردیم که اینجا یک فرشته مرگ رو قرآن بیان میکنه. در چند آیه میگن ملائکه، الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین. دو جور من فکر میکنم که قابل جمعه. در روایات فراوانی داریم ما که یک فرشته مقرب الهی به نام عزرائیل مأمور قبض ارواح بندگان خداست. حضرت عزرائیل که از علما خیلی با احترام نام می‌بردن، می‌گفتن حضرت عزرائیل سلام الله علیه. بعد هم میگفتن ما باش سر و کار خیلی داریم، بعد هواشو داشته باشیم خودم. توی بعضی از روایات گفتن که اولیاء خدا رو شخصا میاد قبض روح میکنه، مثل رسول اکرم رو شخصا اومدن اجازه گرفتن برای دریافت روح مبارکشون. از اولیاء خدا که بگذریم، اعوان و انصار فراوانی در اختیار اوست. حالا این ملک الموت شاید مراد او باشه که بالاخره بقیه فرشتگان به فرمان اوی کارو میکنن، شاید هم بتونیم احتمال بدیم هر یه آدمی یک ملائکه مخصوصی داره که از طرف همون حضرت عزرائیل سلام الله علیه این مأموریت رو پیدا کرده که وکل بکن. لحن آیه نشون میده که از الان وکیل شما شده، همراه شما هست، این میاد پا به پای شما تا اون زمان موعود کار خودشو بکنه. به هر حال هر دو احتمال، یا اینکه او قطعیه که یه فرشته مقرب مأمور این بخش از کارهاست. میگن وقتی که این مأموریت رو دست عزرائیل دادن، خلاصه گفت خدایا این همه بدگویی بندگان دنبال من، اون وقت من چی کار بکنم؟ گفتن نه، ما بهانه هاشو جور میکنیم که همش به گردن تو نیفته. گفتن که یه دکتری بود در شاهرود، اینو پدر بزرگم یادم، خدا همه اموات و رحمت کنه، تعریف می گفتی دست به کشتنش خیلی خوب بود. بعد برای شعر گفته بودن، گفتن ملک الموت رفت نزد خدا، گفت سبحان ربی الاعلا، تازگی در زمین دکتری شده پیدا، ما یکی میکشیم و او صد تا، یا بفرما چی حکم قبض روح ورا یا مرا حکم دیگری فرما. حالا به هر حال این طنز رو هم میگن که خدای سبحان فرمود ما بهانه هاشو جور میکنیم برات که همش گردن تو نیفته. حالا این احتمال رو هم میشه داد که هر انسانی یه فرشته مخصوصی برای دریافت روح او در هنگام مرگ برش گمارده شد. صلی الله علی محمد.